سلام، خوش اومدیم به هشتگ شمای امشب. من فرانه تقی‌زاده هستم. امروز روز ملی خبرنگار در افغانستان است، روزی که علاوه بر تجلیل از اهالی رسانه در اون به دغدغه‌ها و سختی‌های این صنف هم نگاهی میشه. افغانستان در 17 سال اخیر به داشتن رسانه‌های آزاد و بهبود وضعیت آزادی بیان افتخار میکنه، اما در عین حال سالی که گذشت خونبارترین سال برای رسانه‌های افغانستان بود. امروز در هشتگ شما، اگر شما خبرنگار هستین، ازتون دعوت میکنیم از مشکلات کاریتون در افغانستان بگید و از شما مخاطبان رسانه ها در افغانستان هم میخوایم که به ما بگید چه انتظاری از رسانه ها و خبرنگاران دارید. فکر میکنید چه زمینه ای در افغانستان نیاز به توجه بیشتر رسانه ها و خبرنگاران دارد؟ اینجا هشتگ شماست. راه های تماس رو زیر صفحه تلویزیونتون میبینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و توییتر، تلفن هم هست. ما همه جا هستیم و منتظر نظرهای شما. ابتدای برنامه رو با نظرهای چند شهروند در کابل شروع کنیم که ببینیم اونها به عنوان مخاطب چه نگاهی به رسانه‌ها و خبرنگارها دارن. خبرنگار جزء جامعه هست و در واقعیت‌ها رو چون اینا در جامعه انعکاس میدن و رول مهمه در یک جامعه بازی میکنن. از این خاطر اینا که هستن، حقایقی که مربوط به جامعه میشه، راجع به سیاست میشه، اینا در یعنی مظهر هم اینا میرسانن، واقعیت ها را به مردم میرسانن تا که مردم از تمام واقعیت های جامعه آگاه شوند. ما از خبرنگارای توقع را داریم که باید به مردم حقیقت بگوید و از خبرهای حقیقت به مردم حقیقت بگوید، نه که خبرهای غلط به حقیقت پیش کنند. مردم می توقع از خبرنگارا داره که باید که مردم از حقیقت با خبر شوند. و ما توقع ما من حیث شهروند نمین است که از گذشته بیشتر، فعالتر، کاراتر و همچنان آن چی که نابسامانی هاست باید بیرون زد کنند و مسئولین توجه به توجه امورشان مبذول بدارن تا امون نقش را که دارن جامعه خبرنگاران و همچنان جامعه ما رسالت را در مقابلشان دارن و در این زمان رسالت خودم من حیث خبرنگار و صورت درستش ادا بکنن. اولین نقش رول عمده و مهمی که داره خبرنگار هستن، چون هر حادثه و خبرهایی که میشه در روزگار امور بیان میکنن دیگه، باید امور دقیق باشه اخبارشان، گزارش دهیشان. هر جایی که حقیقت است، اما حقیقت واقعی جامعه را برملا بستان که همچون شده در قبلا. اگر یکان تلویزیون های افغانی ما و شما مثلا کارهای کردن که حقیقت های جامعه را مثلا از مردم پنهان کردن یا مثلا از زورگویان نتانستن حرف بزنن، به می اساس از خواهش من از همی خبرنگارای عزیز همی است. بله، نظر چند تا از شهروندان رو شنیدیم که به همکاران من در کابل گفته بودن. اما افغانستان پس از طالبان به عنوان یکی از دستاوردهای خودش به آزادی مطبوعات و داشتن رسانه‌های آزاد افتخار میکنه، اما در واقعیت اگرچه وضع افغانستان نسبت به کشورهای همسایه خودش همونطور که در این نقشه میبینید بهتر هستش، اما در سطح جهان جایگاه زیاد مطلوبی نداره. در سطح جهان در میان 180 کشور افغانستان رتبه 118امی رو گرفته، اما همونطور که میبینید عددها هم در کشورهای اطراف افغانستان و همسایه‌اش عنوان شده، بهترین وضع رو داره افغانستان. ایران در رتبه 164 قرار داره و پاکستان 139، تاجیکستان هم در رتبه 149 قرار گرفته. اما یک نگاهی کنیم به اعداد و ارقامی که خبرنگاران افغانستان باهاش روبرو شدن، آنچه که بر اونها گذشت، تعداد کشته شده ها و تعداد حوادث که برای اونها پیش اومده هم در سال گذشته و هم در سالهای پیش از اون. سازمان گزارشگران بدون مرز سال 2018 رو خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان گفته و 20 نفر از شمار خبرنگاران کشته شده در افغانستان تو سال 2018 هستند. 12 حمله مستقیم به رسانه ها در سال 2018 بوده که بعد بگم در نخستین روزهای سال 2019 هم جاوید نوری خبرنگار بی بی سی در ولایت فراه افغانستان کشته شد. طالبان مسئولیت قتل او رو به عهده گرفتن و او رو متهم کردن که مأمور
دشمن بوده. در مورد بعدی که میخوایم اشاره کنیم عدد 197 هستش. عدد 197 شمار موارد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 هستش که ثبت شده توسط نی، نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان هست، که در این بین 55% این موارد که ثبت شدن خشونت علیه خبرنگاران بوده توسط کارمندان دولتی انجام شده. باید بگم که در 17 سال اخیر هم 1300 نفر شمار موارد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده در این کشور. مهمانان برنامه رو داشته باشیم، ابتدا بحث رو شروع کنیم با چندین نفر از عکاسان خبری و خبرنگاران در افغانستان. مسعود حسینی رو داریم، عکاس خبری که به جای ما میپیوندن. خوش اومدین آقای حسینی، اجازه بدین که بحث رو داشته باشیم با دو نفر دیگه از مهمانان ویژمون. پرویز کاوه از کابل، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح هستن، و فرهناز فروتن از کابل، مجری تلویزیونی هستن. آقای حسینی، بحث رو با شما شروع کنیم. از تجربه شما به عنوان یک عکاس خبری در افغانستان بشنویم. بزرگترین مشکل پیش روی شما چیه؟ خب اگر از بحث امنیت و خشونت‌های نیروهای امنیتی و اینها بگذاریم، متأسفانه وجود دارند. من یک اجازه بدیم به یک موضوع دیگه اشاره کنم که بسیاری از خبرنگارهای ما در افغانستان با او در واقع دست و پنجه نرم می‌کنند و او قوانین کارمندی در یک رسانه هست. متأسفانه در افغانستان قانون کار به هیچ عنوان اجرا نمیشه و به اصطلاح تطبیق نمیشه در افغانستان، و بسیاری از خبرنگاران مشکلات بسیار زیاد صنفی دارند با رسانه های خود. من به عنوان مثال بر شما عرض میکنم که یکی از تلویزیون های مشهور افغانستان کانترکت های را با خبرنگارای خود به هر حال به امضا میرسانه که کاملا غیر قانونی هست و اونا را مجبور میسازه به کار بدون هیچ حقوق و هیچ به هر حال مصالح سنفی. متاسفانه ما این را داریم و دولت هیچگاه تا در این 18 ساله که ما در واقع یک انقلاب مطبوعاتی داشتیم در افغانستان این موضوع را نتانسته حل کنه و خبرنگارها با یک انسکیوریتی و یا ناامنی در کار خود است در رسانه های خود روبرو هستند. یک رسانه به سادگی میتونه یک خبرنگار از کارش باز داره و او را به حال از او حقوق کارمندی کاملا حذف کنه و هیچ به حال منافع دیگه را بر و حقوق دیگه را بر خبرنگارا رعایت نکنه. مثلا بسیاری از خبرنگارها و بسیاری از رسانه ها در افغانستان فاقد بیمه هستند، بیمه برای نه درمان و نه برای زخمی شدن و نه برای در... حالا اگر در وضعیت بسیار بدتر بگیریم بعد از کشته شدن هیچ گونه حقوق ندارن و براحتی مدیر رسانه ها میتونن خبرنگارها را از کارشان برکنار بسازن و در این زمینه دولت هیچ گونه به هیچ گونه در حال حمایتی از خبرنگاران نمی کنه. ممنون و متشکر از شما آقای حسینی. لطفا همراه ما باشین، ما صحبت های آقای کاوه و خانم فروتن رو هم بشنویم، دوباره به شما برمیگردیم. آقای کاوه خیلی خوش اومدین به برنامه امروز هشتگ شما. شما مدیر مسئول روزنامه 8 صبح هستین، یکی از روزنامه های بسیار مطرح و مهم در افغانستان. شما بفرمایید که چطور این امنیت شغلی رو، اون چیزی که الان آقای حسینی بهش اشاره کرد، برای روزنامه نگارانی که با شما کار میکنن در روزنامه شما هستن به ارمغان میارین و عملی میکنید؟ آیا همچین دغدغه‌ای روزنامه نگاران روزنامه شما هم دارن؟ تشکر و سلام با شما و آقای حسینی و همچنان خانم فروتن. ببینید، یکی از بحث‌های کلان در رسانه‌های افغانستان امین هست که چگونه ما به حقوق کارمندا بپردازیم و چگونه در کنار تمام مشکلاتی که در رسانه‌های افغانستان به لحاظ مالی و اقتصادی وجود داره، برخی از حقوقی که در قوانین کار افغانستان پیش بینی شده مد نظر گرفته شود. البته در رابطه با تمام حقوقی که مد نظر است و در قوانین پیشنهاد شده و پیش بینی شده، رسانه هایی که مسئولانه برخورد میکنند با مسائل مرتبط به
اطلاع رسانی تلاش میکنند که تا جایی که ممکن است قوانین رعایت شود، تا جایی که به اصطلاح منابع در دسترس اجازه میده این مسائل بنابرای در نظر گرفته شود و بهش پرداخته شود. اما مشکل اصلی این است که ما در چند سال اخیر به ده‌ها رادیو، به ده‌ها روزنامه و چندین تلویزیون را دیدیم که بر اثر فشارهای مالی فعالیتانشان را متوقف ساختند و بستند دروازه رسانه‌شان را. و این خودش نشان‌دهنده این مسئله یا این واقعیت تلخ است که ما در افغانستان متاسفانه برای تولید رسانه‌ای پول نمی‌پردازیم. اگر ما تلویزیون میبینیم، اگر رادیو میشنویم، اگر روزنامه حتی میخوانیم، حاضر نیستیم برایش پول بپردازیم. و این مسئله بدون شک فشارها را بالای رسانه ها با عنوان نهادهای رسانه ای و نهادهایی که نیازمند دریافت حمایت ها هستند در واقع معدود میسازه و مشکل را بیشتر میسازه برای این رسانه ها. خب اجازه بدیم به هم بحث آزادی بیان را در رسانه ها مطرح کنیم و همین موردی که شما بهش اشاره کردین، آیا مشکلات مالی باعث میشه که رسانه ها وابسته تر بشن به هر حال منابع قدرت در افغانستان و به نوعی اونها رو تحت تاثیر قرار بدن، بعضی از خبرها کار نشه یا بعضی از خبرها آن بر اساس اونچه که اونها میل دارن کار بشه؟ به خاطر اینکه در مواردی هم که من مطرح کردم 55% از 197 موردی که خشونت علیه خبرنگاران اعلام شده توسط نی در سال 2018، خشونت علیه خبرنگاران توسط کارمندان دولتی بوده. این وضعیتش چطوره؟ خب ببینید، زمانی که ما بحث مشکلات مالی رو مطرح میکنیم، بدون شک به این مسئله ما میرسیم که ما در افغانستان چندین نوع رسانه داریم. رسانه که وابسته به افراد زورمند و صاحب زور هستند، رسانه هایی که ما در واقع میبینیم که به نوعی وابسته به حکومت هستند، و همچنان رسانه هایی که به نوعی وابسته به برخی از سازمان های استخباراتی منطقه هستند. خب در بین اینا ما رسانه های آزاد را هم داریم که با تمام مشکلاتی که در واقع پیش رویشان است تلاش میکنند تا فعالیت مستقل رسانه ای از خودشان بجا بگذارند و ادامه بتن برای کارشان. شما یا شده تا حالا مثلا تحت تاثیر صحبت یک زورمندی یا یک فرد قدرتمندی در افغانستان قرار بگیرید و مجبور بشین که خبری رو کار نکنید یا سانسور کنید؟ خب دوستانی که در کابل هستن شاید هستن که ما به مراتب با مشکلات بسیار جدی امنیتی مواجه شدیم. همکاران ما، رسانه ما، خود ما، اما کوشش کردیم که به نوع راه های محافظت از خودمون را پیدا بکنیم، چون یگانه چیزی که در افغانستان ما را کمک میکنه قانون رسانه های همگانی افغانستان است که در مقایسه با تمام قوانینی که در منطقه وجود داره حامی خوب رسانه های افغانستان است با کمی ها و کستی هایی که در قانون وجود داره. اما هنوز فکر میکنیم که قوانین یکی از قوانین بسیار خوب در منطقه است و هر بار هم که مسئله به محکمه کشیده، مسئله بنابرای به دادگاه رفته، رسانه های افغانستان تانستن از خودشون دفاع بکنن، چون قوانین ما بنابرای قوانین حامی رسانه ها و کار رسانه‌ای در افغانستان بوده. اما فشار هایی به صورت غیر مستقیم بالای رسانه ها وارد میشه، زنگ های تلفن یا نمیدانم باز های افراد مسلح به پشت در رسانه میاین و تهدید میکنن، این هم با توجه به حمایت هایی که در واقع ساختارهای حمایتی که در داخل دولت ایجاد شده، ما تانستیم که با استفاده از حمایت دولت و همچنان حمایت نهادهای صنفی خبرنگاری در داخل افغانستان و در کنار حمایت هایی که از جانب نهادهای بین المللی رسانه ها به دست آوردیم، این تهدیدها را دفع بکنیم. اما بدون شک تهدید وجود داره و ارقام نشان میده، آمار نشان میده که ما چندین تن از همکارای خود را در اثر این فشارها از دست دادیم در سالهای گذشته. ممنون و متشکرم از حضور شما آقای کاوه، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح در افغانستان. با خانم فروتن بحث رو ادامه بدیم. خانم فروتن، دشوارترین تجربه کاری شما در سالهای گذشته به عنوان یک مجری زن در رسانه های افغانستان چی بوده؟ سلام و شب بخیر به همکاران خوبم و همکاران عزیز ما در بی‌بی‌سی فارسی.
دشواری که همکارانم آقای کاوه و حسینی یاد کردن یک سخن مشترک در راه خبرنگاری در افغانستان در هر سطحی مهمترین مسئله ای است که من فکر میکنم در این سالا با در نظر داشته از این که برنامه ها و یا مصاحبه ها و یا تریبین های زیادی به خاطر از این گرفته شده که حق دسترسی به اطلاعات بیشتر از هر زمان دیگه بر جامعه خبرنگاری را شده، ولی یک بحث بسیار مفصل و قابل تمرکز است به دلیل از این که در این سالهای اخیر ما شاید بیشتر از همه وقت قوانین را داشتیم، سخن زدن در این مورد را داشتیم، ولی تنها چیزی که در اینجا تفکیکش سخت بودی بود که اطلاعات چی هست. وقتی که ما میگیم حق دسترسی به اطلاعات به یک خبرنگار، حالا در این سالها با این ادبیات روبرو میشیم که آیا حق دسترسی به اطلاعات به خبرنگاران فقط مختص به کنفرانس ها و یا نشست های دم به دمی است که راه میشه، یا واقعا در نظر گرفتن این مسئله که چه اطلاعاتی باید به خورد مردم داده شود و این قانونی در سال گذشته در این مورد در افغانستان تصویب شده، یا تونسته کمک کنه به این زمینه؟ قوانین در افغانستان وجود داره، ما قانون حق دسترسی به اطلاعات داریم که خوشبختانه با این سبقی قانونی که وجود داره میتونیم ادعا را قوی تر بسازیم و انتقادها را بیشتر بسازیم، ولی مشکل اصلی در افغانستان در همه موارد مشخصا در مورد خبرنگاری تطبیق قانون هست. ما اگر فراتر از کابل بریم در ولایت ها و یا در جوار کابل، تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات یک کار مشکل است. اتفاقا در کابل هم در موارد بسیار مهم کشوری از جمله مثل برنامه های مختلف مثل گفتگوهای صلح، برنامه های مختلف مثل قراردادهایی که در سطح بالای حکومت صورت میگیره، با در نظر داشت از اینکه قانونی اجازه را برای رسانه های کشور و مطبوعات داده و دست باز داشته باشند، منهای مواردی که منافع ملی و امنیت ملی را تهدید میکنه، ولی متاسفانه در این قسمت کار بیشتر کار تحقیقاتی بوده تا کار عملی. خانم فورتن، اجازه بدید که سوال آخر از شما در مورد چالش های پیش روی خبرنگاران زن در افغانستان بپرسم. این چالش ها به نظر شما چه چیزهایی هستن؟ مثل همه چیز جامعه خبرنگاری زن در افغانستان جدا از جامعه افغانستان نیست. افغانستان یک کشور سنتی هست که در این 18 سال با سلسله تلاش ها و فعالیت هایی که پیشتر از زنان در عرصه مطبوعات داشتن این تلاش ها ادامه پیدا کرده، ولی با در نظر داشته به سرای اجتماعی که در افغانستان وجود داره، بدون شک یک زن خبرنگار انرژی خودش را به خاطر انجام کار خبرنگاری و هم با در نظر داشته از اینکه بخواهی این کار بسیار خوب انجام بده دو برابر یک مرد انجام میده، اول به دلیل از اینکه یک زن هست و به دلیل از اینکه میخواد به عنوان یک زن یک خبرنگار خوب باشه. ممنون و متشکر از حضور شما. فرهناز فروزن از فروتن از کابل به جمع پیوسته بود. آقای حسینی، سوال آخر رو از شما مطرح کنم. به عنوان عکاس خبری در افغانستان مشغول کار هستین، بفرمایید که چالش های پیش روی شما یک عکاس خبری چی است؟ در سال گذشته دیدیم که بسیاری از خبرنگاران، فیلمبرداران و عکاسان حین گزارش مورد حمله انتحاری قرار گرفتن و کشته شدن در حین اینکه میخواستن برن سریع خبر رسانی کنن و سریع عکس بگیرن. شما بفرمایید بیشتر از تجرباتون. بله، من خودم در روز 30 آوریل وقتی که حمله بر خبرنگارها در منطقه ششترک کابل حضور داشتم، متاسفانه در اون حمله اون اتفاقی که افتاد این بود که نیروهای امنیتی افغانستان مصروف امنیت خودشان با اون منطقه انفجار بودن و برحال اون بمبگذار در راحتی تانست به خبرنگارها نزدیک شود و بمبی که با خودش داشت انفجار بده، و ما 8 نفر از بهترین خبرنگارای ما را مثل برای صدای نه صداتون قطع شد، ادامه بدین لطفا. بله، متاسفانه وقتی که ما در یک اتفاقی برای کار خبر و کار عکاسی خبر بین امنیتی برای خود ما وجود نداره، متاسفانه این یک معضل است که همه ما
با این موضوع در دست و پنجه نرم میکنیم. برخی از رسانه ها امکانات امنیتی را برای همکاران و برای کارمندان خودشان مهیا میسازند، اما متاسفانه برخی از رسانه های داخلی، رسانه های برحال پیشرو در خبر هستند، فقط به خاطر مسائل رقابت و به خاطر مسائل درآمد که از اون خبر برداشته باشند زیاد به این موضوع نمی پردازند و کارمندان خودشان را بدون هیچ حمایت امنیتی و بدون هیچ امکانات امنیتی به خط اول، یعنی همون منطقه که حمله صورت گرفته، میفرستن. ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و متشکر از حضور هر سه نفر شما در برنامه امروز هشتگ شما. من با تو فعلا خداحافظی کنم، ببین سراغ چند تا از توییت های دیگه که برامون اومده. مجید گفته که تجربه به عنوان کسی که مدتی مجری بودم، اکثر مسئولان رسانه‌ای کمک‌های خارجی رو دریافت می‌کنن، اما به مجریان و کارمندان خودشون معاش بخور نمیری میدن. همینجاست که اکثر رسانه‌ها مشکل سواد دارن. عبدالقادر غفوری گفته افغانستان در واقع کشتارگاه خبرنگاران در منطقه و حتی جهان بوده و هستش که با گذشت هر سال متاسفانه آمار تلفات کاهش نیافته و هرگز برای این سفیران آگاهی مسئول نیست. گفته هر جامعه ای از رسانه‌ها و خبرنگاران خود توقع اصل بی‌طرفی، شفافیت و حقیقت رو دارن. بریم ببینیم که مسئولین در افغانستان امروز به مناسبت روز ملی خبرنگار چه گفتن و در روزهای گذشته در این مورد چه نظری داشتن. سرور دانش معاون رئیس جمهوری افغانستان در مراسم روز ملی خبرنگاران گفته که هرگاه سانسور حاکم بوده، نه از پیشرفت خبری بود، نه از صلح، نه رشد فکری و نه حقوق بشر مثل زمان طالبان. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گفته که امروز افغانستان قوانین جامعه در بخش رسانه دارد و فضای باز و کثرت‌گرای رسانه‌ای را تجربه می‌کند. و همینطور شفیق حبیبی نماینده فدراسیون خبرنگاران افغانستان اظهار نظری که کرده بوده در این مورد، گفته که مذاکرات صلح گنگ و مبهمه، منظور صلح با طالبان هستش، آزادی بیان و حقوق خبرنگاران باید در اولویت این گفتگوها باشد. و همینطور صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان گفته که ادارات دولتی حاضر به دادن اطلاعات به خبرنگاران نیستند، بسیاری از آنها از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر هم ندارند. بریم سراغ بیننده هامون به عنوان مخاطبان رسانه در افغانستان، ببینیم که اونها چه انتظاری از رسانه ها دارن. همیرا از مزار شریف و همایون از فاریاب داریم. خانم همیرا، شما بفرمایید به عنوان یک مخاطب فکر میکنید که خبرنگار باید چه موضوعاتی رو بیشتر پوشش بده، رسانه چه اهمیتی باید به جریان خبری بده؟ خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما، به نظر من یک خبرنگار نقش بسیار مهم و ارزنده در جامعه داره، چنان که ما مثلا نقش خبرنگار در طبقه جامعه غیر قابل انکار میدانیم و می خبرنگار است که در آغازسازی جامعه رسالت اساسی داره. و ولی متاسفانه در بایزیاد رسانه ها در افغانستان تقریبا از طبقه از مردم امروز خبرنگار یا گوینده شدن بدون از این که بوی از مسلک مقدس خبرنگاری برده باشن. من امیدوار هستم که مسئولین رسانه های محترم در افغانستان به این مسئله توجه جدی مسئول بدارن و تلاش بر از این داشته باشن که خبرنگارای مسلکی و حرفه‌ای را به کار بگمارن تا بتانند که امی ماهیت و اصل خبرنگاری را و مسلک خبرنگاری را حفظ کنند. ممنون و متشکر از شما که در برنامه ما شرکت کردین. آقای همایون از فاریاب، به نظرتون چه مسائلی رو باید بیشتر پوشش خبری بدن، مخصوصا در مناطقی که ممکنه اونقدر خبرنگار توش وجود نداشته باشه؟ چه مسائل اهمیت داره بیشتر؟ تشکر. با عرض سلام و عرض ادب، با استفاده از فرصت میخوام روز ملی خبرنگار و تمام خبرنگاران به سطح افغانستان تبریک بگم. مسائل بسیار حادی امروز در جامعه ما، خصوصا در ولایت های اطراف، هر چقدر که شما از مرکز دور شده میرین، به ما اندازه حیران و فراست خبر و گپا از بین میره، به ما اندازه اخبار سانسور میشه، مقامات محلی حاضر نیستن، اطلاعات دست اول و درست به دسترس خبرنگار قرار بدن. مثلا در بخشی از حقوق بشر، در آزادی بیان، در بخشی از روابط خانوادگی، این مسائل ها بسیار کمتر اینکاس پیدا میکنه، زیادتر توقع برده میشه از خبرنگارای محترم که
در این عرصه ها بسیارتر خبرنگار ها بیدین از اینکه سانسور شود. در ولایت های دوردست اکثرا خبرها بعد از سانسور به نشر می رسد که یکی از نگرانی های بسیار بزرگ مردم دورافتاده جامعه افغانستان است. که ممنون و متشکرم از شما آقای همایون، خیلی لطف کردین که نظرتون رو گفتین. من با همیرا از مزار شریف خدافظی کنم، جاشو بدم به طارق پیمان از کابل، خبرنگار سیاسی همراه ما هستن. آقای طارق شما بفرمایید که به عنوان یک خبرنگار سیاسی با توجه به این فشارهایی که از طرف کارمندان دولتی هم ممکنه وجود داشته باشه بر سر خبرنگاران، شما چه مشکلاتی رو داشتین تا الان برای پوشش خبرهای مختلف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلام خدمت مخاطبای خوب فارسی بی بی سی، تلویزیون فارسی بی بی سی و در ازو روز خوش سبات میگم برای تمام خبرنگارای سرتاسر جهان. خب چالش های عمده رسانه ها و خبرنگاران افغانستان در اون مواجه هستند، از جمله حق دسترسی به اطلاعات هست، خودسانسوری در درون رسانه ها مطرح هست، خودسانسوری به اساس تحمیل فشارهای بیرونی از جمله زورمندان، از جمله قدرتمندان محلی، مخالفان دولت و همچنان نیروهای نامری از درون حکومت موجب از این میشن که رسانه ها دست به خودسانسوری بزنن. در کنار از اون بحث بسیار عمده‌ای که مطرح است، متاسفانه رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان هنوز مسئولیت کاری در درون رسانه خود ندارن و هر زمانی که رسانه و مالک رسانه خواسته باشه متاسفانه میتونه خبرنگار را رخصت بکنه یا از رسانه خود بکشه، که به عنوان چالش اساسی مطرح است. و در پلوی از او متاسفانه برخی از رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان هم مسئولیت اجتماعی خود و در قبال جامعه ادا نکردند. وظیفه ای که برای رسانه ها تعریف شده متاسفانه او وظیفه را هم به خوبی پیش نبردند. در کنار از او ما مسئله آموزش و پرورش در رسانه ها داریم. متشکرم از شما آقای پیمان، خیلی لطف کردیم، خیلی دوست داشتیم که بیشتر از این با شما صحبت کنیم، نظراتتون داشته باشیم. متاسفانه به انتهای برنامه رسیدیم. عبدالقادر غفوری توییت دیگه برامون فرستاد، گفت در افغانستان وابستگی بعضی از رسانه‌ها به چهره‌های مطرح کشور متاسفانه اصل شفافیت رو زیر سوال برده. تواب برامون گفته که یکی از دستاوردهای 18 سال اخیر همین آزادی مطبوعات، خبرنگاران با تمام مشکلات سر راهشون برای پیشرفت جامعه کار میکنن. سکندر گفته اگر سرباز و در خط اول نبرد باشی تهدید کمتری متوجه شماست تا خبرنگار و در شهرها بخواید گزارش تهیه کنید. ممنون از اینکه تو برنامه امشب ما شرکت کردین. تا یه برنامه دیگه، شب و روزتون خوش.